میشیما در سرداب را پشت سر خود بست یک لامپ کم نور را روشن کرد و از پلکان بلند با شیب تون پایین رفت تا به خلوت آرامش بخش برسد او کارت پستال آلن را زیر نور کمرنگ خورشید بعد از ظهر که از تنها پنجره کوچک سرداب به داخل میتابید خان به مادر و پدر عزیزم هر دوی شما را دوست دارم خواندن همین واژگان باعث دلگرمی میشیما گردید مردی که همیشه در خانه یا فروشگاه حکمرانی میکرد اینجا در کنج خلوتش رفتار دیگری داشت از آن همه سرکشی خبری نبود و فقط دستخط فرزندش را میخوان نگران من نباشید همه چیز درست خواهد شد ای میمون بازیگوش هنوز هم از آن خوشبینی ابدی دست بر نداشته است به تدریج روز به پایان رسید و تاریکی بیشتر شد گویی آسمان یک جعبه بود که در آن را بستند در همین زمان است که اندوه بیماران بیشتر خواهد شد به نظر میرسد که شب قادر است راه گلوی آنها را ببندد. آنجا در سرداب زیرزمین همه چیز مرده بود. میشیما در محراب نامیدی هایش دعا کرد و ناگهان با صدایی محزون گفت آلن حالت او اندکی فراتر از تفکر و اندکی فروتر از دعا و ستایش بود شنهایی که برای ساخت بلوک خودکشی استفاده می کرد از لای انگشتانش به پایین سرازیر شدند. گویی او در آب سرد قرار گرفته بود همانند یک نوع شرمندگی که با گذشت ایام بیشتر می شود میشیما از حدود یک هفته پیش هر شب کابوس غرق شدن دیده بود پس از آن قادر به خوابیدن نبوده است هر شب از این پهلو به آن پهلو قلتیده و با بیخوابی دست به گریبان بوده است او حتی در خواب نیز نام آلن را فریاد میزده میشیما از طریق پنجره کوچک بالای دیوار سرداب صدای پای افرادی که از پیاده رو عبور میکردند را میشنید صدای یک نواخت پای آبران یادآور کوبیدن میخ بر تابوت بود هوا گرگومیش شده بود و شنها در باستاب نور آسمان نیمه تاریک به رنگ آبی درآمده بودند. شب تقریبا از راه می رسید. این زمان برای بسیاری از افراد ترسناک است. میشیما با خود گفت تحمل این وضعیت را ندارم. تحمل این همه ناراحتی را ندارم. او همیشه تصور می کرد تعادل اوضاع را برقرار کرده است. اما این گونه نبود. چون اکنون به شدت برای آلن دلتنگ شده بود. هیچ چیزی نمی همچون وزن ایجاد تعادل در آن سوی این ترازو عمل کند و دوباره وی را به حالت تعادل برساند. صدای سوت تراموای برقی را شنید. همیشه آن را همچون یک انگشت تصور می کرد که در سیمهای برقی گیر افتاده است. در آن سرداب نیمه تاریک احساس فراگیر شرمساری از خودکشی به تدریج رنگ می باخت. سطح شنهای نرم پرتلعلو بود. گویی ستاره باران شده بود. میشیما احساس کرد بلوک خودکشی را دوست دارد. او اکنون هیچ قانونی را به خاطر نداشت و فقط سنگینی وزن خودش را احساس میکرد. یکی از تیشرت های آلن که با خودش نبرده بود همانجا روی صندلی قرار داشت. او تیشرت را برداشت. سر و صورتش را در آن مخفی کرد و اندوهش را با سیلابی از اشک تخلیه نمود. آیا خانم تواج صدای زجه شوهرش را شنیده است؟ لوکرس که همچنان کنار صندوق فروشگاه ایستاده بود، در کنار صندوق را باز کرد و از پشت پیشخان خارج شد. او در فضای نیمه تاریک پرسید: میشیما، حالت خوبه؟ میشیما امروز صبح مشتری زیادی نداشتیم آره خیلی سوت و کور بود شاید علتش اینه که تیم محلی در مسابقه دیروز پیروز شد شاید یک بیخانمان جوان وارد مغازه خودکشی شد او یک اوورکوت بلند و گشاد و کثیف بر روی یک بلوز بافتنی کهنه و نخنما پوشیده بود یک شلوار گشاد و پر از لکه های مشمعس کننده به تن داشت و به جای کفش نیز چند کیسه زباله را به پاهایش بسته بود او در حالی که سرفه می کرد با صدای خشدار گفت میخواهم خودم را بکشم اما نمیدونم چه کار باید بکنم ارزون ترین وسیله خودکشی که اینجا دارید چیه میشیما نیز یک پلیور بیاستین زنگاری با یک پیراهن یقه هفت آبی نفتی پوشیده بود پاسخ داد کسانی که پول ندارن معمولا خودشون رو با کیسه خرید ما خفه میکنن این پاکت های خرید خیلی محکم هستن اینم یکم چسب نواری که بتونی اونو محکم دور گردنت ببندی پولش چقدر میشه آقای توواچ پس از تلاش فراوان توانست گوشه ی لبش را اندکی بالا بکشد و لبخند بزند. آه، oh, هیچی، هیچی. بی خانمان جوان دندانهای کرم خورده داشت. موهای بی حالت و قبار گرفتش از زیر کلاه پشمی قرمز چینی بیرون زده بود. او به آرامی گفت اگه تا به حال بیشتر با افرادی مثل شما که ابدا خودخواه نیستن برخورد کرده بودم کارم به خودکشی نمی کشید. یا اگه یه نفر مثل شما که اینقدر حامی و مهربان هستید پدرم بود میشیما با شنیدن این سخنان براشف کافیه اما مرد بی خانمان دست از سپاسگذاری بر نداش. او در حالی که کیسه خرید فروشگاه را برمیداشت گفت برای اینکه مراتب قدردانی خودم را به شما نشون بدم خودم را رو دقیقا روبروی فروشگاه شما خفه میکنم تا همه آبران نام فروشگاه شما رو روی کیسه ای که منو خفه کرده مشاهده کنند اینطوری مشتری های بیشتری خواهید داشت در واقع من میخوام برای شما تبلیغ کنم میشیما با بیحوصلگی گفت بسیار خوب سپس در را برای بی خانمان باز کرد. هوا به شدت سرد بود. زود باش دیگه. نمی بینیم مگه هوا چقدر سرده؟ آقای توواچ که هیجان زده و تبدار بود، پس از بسته شدن در فروشگاه، دستانش را به صورت زبردری بر روی بازوهایش گذاشت و آنها را با سرعت از روی شانه ها به سمت آرنج میکشید تا گرم شود. او سپس قیف های کاغذی را از جلوی پنجره کنار صندوق فروشگاه کنار زد و سپس با کف دستش بخار روی شیشه را پاک کرد. بی خانمان جوان را مشاهده کرد که به آن سوی خیابان رفت و بر روی یک نیمکت نشست. او سرش را به داخل پاکت نایلونی خرید فروشگاه فرو برد و لبه هایش را دور تا دور گردنش تنظیم کرد و سپس آن را با نوار چسب محکم کرد. سرش همچون یک دسته گل شده بود که درون یقه لباسش فرو کرده بودند. اما به تدریج این دسته گل شروع به تقلا کرد. کیسه پلاستیکی که به خوبی موم شده بود با سرعت متصل می شد و دوباره فروکش می کرد. نام فروشگاه همچون شعارهای بالونهای بزرگ تبلیغاتی به چشم میخورد. مغازه خودکشی بی خانمان پایش را بر روی پای دیگر انداخت. دستانش را محکم داخل جیبهای کت بلندش فرو برده بود. سرش را به داخل یقه لباسش فرو برده. پس از آنکه خفه شد سرش به یک سمت متمایل گردید. اکنون نوشته سمت دیگر پاکت پلاستیکی خرید نیز مشاهده میشد آیا در این زندگی شکست خورده اید؟ بیایید مرگ موفقیت آمیز داشته باشید. پس از لحظات کوتاه بی خانمان جوان کف پیاده رو افتاد. لوکرز نیز به آرامی کنار شوهرش قرار گرفت. حرکتش بسیار نرم بود. گویی با ظرافت بر روی ریل می لغزید. او نیز به تماشا ایستاد. او همیشه بیش از حد شایسته و با وقار به نظر می رسید. حتی آن شیوه خاص گردن کشیدن برای دیدن یک صحنه همانند یک پرنده زیبا بر وقار او می افزود. بالاتر از بلوز ابریشمی قرمز رنگ یک دسته موهای قهوه‌ای بر روی پیشانیش ریخته بودند تا شکوه خاصی به مدل موهایش بدهند. او به نرمی نسیم به نظر می رسید. دهانش اندکی جمع شده بود اما حالت آرام خود را از دست نداده بود. چشمان تیره رنگش را تنگ کرده بود. گویی ضعف بینایی دارد یا به صحنه در دوردست خیره شده است. خیلی خیلی دوردست و در نهایت گفت: حداقل اینه که دیگه سرما رو احساس نمیکنه. کی؟ میشیما کیسه های خرید را سر جای خود گذاشت و به همسرش نگاه کرد. از طبقه بالا صدای حقحق هق همراه با فحش و ناسزا و گاهی اوقات فریاد به گوش می پدر پرسید: اینطور که مشخصه وینسنت مشغول اختراع کردنه و مرلین هنوز نیومده پایین. خانم توباچ: مرلین و ارنست با هم هستند. آها، خوبه. وینسنت همچنان همان عبای خاکستری رنگ با انواع برچسب های بم را به تن داشت. او سردرد عجیبی را تجربه میکرد و ناگهان فریاد زد آلن وینسنت احساس کرد که هر لحظه ممکن است سرش از داخل بترکد و تکه های مغز و استخوان جمجمش در سرتاسر سر اتاق به پرواز درآیند این روزها بانپیچی روی سرش بیش از حد حجیم شده بود وینسنت همانند یک زاهد خلوتنشین با امامه بزرگ ریش به نظر می آمد که هر لحظه ممکن بود از داخل منفجر شود چشم وینسنت این انسان زخم خورده با چهره گلگون از خون همانند همان هنرمند بحران زده بود همچون گل آفتابگردان متلاشی شده بودند همه مشخصه های متمایز او به شعله های زغال سنگ سوزان تبدیل شده بودند که هزاران جرقه داشتند اگرچه او کم بوده وزن مشهود داشت اما هنوز هم اعصاب گوشت و پوست انسانی برایش دردسر درست میکردند رنگ چهرهش همچون آجر سوخته بود همانند یک بیگانه که از توهم شدید رنج می برد، رفتار میکرد با نگاه کردن به ماسک های ترسناک اخمو ناگهان موج عجیبی همه وجودش را فرا گرفت. گویی همه وجودش با قلموی سمی در هم فشرده می شد. هنگامه عجیبی که در این وضعیت ناهمگن ایجاد می شد با همه پرتوها و ارتعاشات رنگی موجود همانند نیروی عظیمی بود که رنگ داخل تیوب را با فشار به جلو پرتاب میکرد. آلن یکی از کارت پستال های هولوگرامی برادر کوچکش را از چراغ مطالعه روی میزش آویخته بود. آلن برایش نوشته بود تو بهترین هنرمند شهر هستی در آن سوی دیوار یعنی در اتاق مجاور ارنست و مرلین با هم معاشقه می کردن. ارنست او را نوازش می کرد. به محض آنکه بزاق دهان نامزدش را بر روی دندانهایش احساس کرد آن را فرو داد و به مرلین گفت تو مثل یک چاقوی تیز وارد قلب من شدی زیبایی روابط آنها همچون رایحه گلهای روز بود دختر خانواده تواج فقط لبهایش را حرکت میداد گلهایی در آن گوشه بر روی کف اتاق افتاده بودند. صداها و رایه ها در هوا موج می زدن. والس غمناک، خنده های آرام و تب دردناک، سینه های مرلین همچون یک سپر مسیر نور را مسدود کردند. همه اینها سبب شدند که نگهبان گورستان به لکنت بیفتد. من من دوستت دارم. او نامزدش را در آغوش گرفت تا روحش را تسخیر کند. لبخند آسمانی دختر زیبا با آن دندانهای مرتب و بینقص وی را از خود بیخود کرد از نظر او این دختر جوان همچون یک کشتی بزرگ و زیبا با بادبانهای برافراشته بود مرلین که به شدت در تب و تاب عشق بود به پشت دراز کشید یک کارت پستال زیبا بر روی دیوار نصب شده بود که روی آن نوشته بود تو زیباترین هستی لوکرس مرلین میشیما و وینسنت همگی برای آلن دلتنگ شده بودند و زندگی بدون او برایشان معنا نداشت